لوران باگبو پیشنهاد اتحادیه آفریقا مبنی بر کنارگیری از ریاست جمهوری ساحل آج را نمیپذیرد. آلاسان واتارا رقیب لوران باگبو که برای نخستین بار از محل حفاظت شده اش خارج شده بود باید با دست خالی به ساحل آج برگردد. نشست میانجیگری برای حل بنبست سیاسی ساحل آج با ابتکار سران 5 کشور آفریقایی در پایتخت اتیوپی برگزار شد. آقای باگبو که در این نشست حضور نداشت نمایندگان خود را فرستاده بود. بحران سیاسی ساحل آج و در پی آن خشونت‌ها زمانی آغاز شد که لوران باگبو رئیس جمهوری شکست در دور دوم انتخابات سال گذشته را نپذیرفت، اما جامعه بین‌المللی رقیب او یعنی آلاسان واتارا را به عنوان رئیس جمهوری قانونی این کشور شناسایی کرد. خشونت‌های چند ماه اخیر در ساحل آج دست کم 370 کشته به جا گذاشته است.